من ننوشتم، قبل از من نوشتم فکر کنم. سلام به همه، ساعت 8:05 هستش. بریم که با هم دیگه شروع کنیم. به نام خدا، سلام به همه، امیدوارم حال همگی خوب باشه، صورتون هم بخیر باشه. هفته گذشته من متاسفانه خواب موندم و نتونستم به کلاس برسم و بابتش از اون عذر میخوام. و حالا این هفته انشاءالله سعی میکنیم که مطالبی که قرار بود هفته قبلی بگیم رو یکم با ریتم تندتر بگیم که بتونیم برسیم به اون چیزی که میخوایم. البته فرصت داریم، یعنی از لحاظ پیشروی در کتاب جای مناسبی هستیم. درس 3 رو که تمام کنیم تقریبا میشه گفت که به حد نصاب رسیدیم، ولی خب به هر حال دوست داشتم که یکم زودتر تمام بشه نسبت به در واقع اون حد نصاب نوبت اول، که بتونیم یه مرور هم داشته باشیم روی 3 درس. بریم که با هم دیگه شروع کنیم. درس 2 تقریبا تمام شده، میریم سراغ درس 3، lesson 3، page 49 صفحه 49 رو اگر باز کنید درس 3 رو شروع میکنیم. lesson 3، festivals and ceremonies. festival بچه‌ها به معنای فستیوال یا همون جشنواره هستش، and ceremony به معنای جشن هست، مراسم. خود ceremony معنی مراسم میده و تو گاهی از وقتها معنی جشن هم میده. پس festivals and ceremonies یعنی میشه گفت که فستیوال ها و مراسم ها یا جشنواره ها و مراسم ها. توی این درس میخوایم در مورد انواع جشنواره هایی که وجود داره، حالا از لحاظ ملی، از لحاظ مذهبی و امثال اینها صحبت کنیم. البته بیشتر هدف در واقع اینه که شما نسبت به مفاهیم این چینی در زبان انگلیسی آشنایی پیدا کنیم. مثلا واژه‌ای که به فستیوال ربط داره، واژه‌ای که به سرمنی ربط داره. میریم صفحه 50، page 50، lesson 3، festivals and ceremonies، یک conversation داره. خب مثل همیشه قبل از اینکه اصلا conversation و بقیه مطالب درس رو بررسی کنیم، میریم اول واژگان جدید رو با هم دیگه بررسی میکنیم و بعد از اون میپردازیم به کانورسیشن و بقیه مطالب درس. پیج 52 and پیج 53، صفحه 52 و صفحه 53 رو با هم دیگه بررسی کنیم. چند تا تصویر میبینید، تصاویر رو با هم بررسی میکنیم. بالا سمت چپ تصویر، حالا شاید تصویرها برای ما فرق کنه، من پس فقط عبارت شو بخونم. make lunch or make dinner، make lunch or make dinner. بچه ها برای اینکه بگی نهار درست میکنی یا در واقع شام درست میکنی از عبارت make استفاده میکنی، در واقع از کلمه make استفاده میکنی. بچه ها make به معنای ساختنه، گاهی وقتا به معنای مجبور کردن هم هست. اینجا به معنای ساختنه یا درست کردنه. make lunch میشه نهار درست کردن، make dinner میشه شام درست کردن. پس این عبارت اول. عبارت بعدی bake a cake. بچه ها به معنای پختن کیک هستش.
آقا به معنی دوستی هم هست. علیرضا خزایی. علیرضا ببین منظورت میک هست. ببین بچه ها، فعل میک یه فعلیه که خیلی کالوکیشن داره، یعنی وقتی که کلمات دیگه میان بهش میچسبن معانی مختلفی رو ایجاد میکنه. مثلا make friend میشه دوست پیدا کردن، فکر کنم علیرضا منظورش این بوده. make friend میشه دوست پیدا کردن. خب make money یعنی درآمد ایجاد کردن، درآمد ایجاد کردن یعنی پول در آوردن. خب پس این make میتونه عنوان پیشوند قرار بگیره و با قرار گرفتن یه سری از کلمات بعدش مفاهیم مختلفی رو ایجاد کنه. یه فعل خیلی خیلی خوب هستش برای ساختن عبارت‌های فعلی متفاوت. صفحه 52 هستی. خب اون عبارت وسط set the table. بچه ها set the table به معنای چیدن میزه یا به زبان خودمونی پهن کردن سفره. سفره پهن کردن، چیدن میز. بچه set به معنای تنظیم کردنه. set به معنای تنظیم کردنه یا مرتب کردن. خب پایین سمت چپ sing the national anthem به معنای خوندن سرود ملی یا خواندن سرود ملی. بچه sing به معنای آواز خواندنه. sing به معنای آواز خواندنه. و national anthem میشه، بچه anthem میشه سرود. anthem مخصوصا سرودهایی که جنبه ملی و قومی و مذهبی اینها دارن و به صورت همخوانی انجام میشه. anthem. حالا اینجا پیشوند نشنال که قرار گرفته معلومه که سرود ملیه، چون نشنال میشه ملی. نشنال انثم میشه سرود ملی. sing the national anthem یعنی خواندن سرود ملی. تصویر بعدی hold a ceremony. بچه ceremony میشه جشن. hold a ceremony میشه برگزار کردن جشن. hold a ceremony برگزار کردن جشن. بچه hold به معنای نگه داشتن هست، به معنای برگزار کردن هست و به معنای در خود جا دادن هم هست. در خود جا دادن. خب تصویر بعدی که میریم صفحه 53 بالا سمت چپ، watch fireworks میشه تماشای آتش بازی. firework بچه میشه آتش بازی و watch میشه تماشا کردن. watch fireworks تماشای آتش بازی. سمت راستش read poems of Hafez. بچه ها read به معنای خواندنه، حواستون باشه. خواندن مطالبی که جزء مطالعه آزاد حساب میشه بهش میگن read. خب برای خواندن مطالب درسی ما از study استفاده میکنیم. poem بچه ها poem poet. poem میشه شعر. poems میشه اشعار، شعرها. ما یه poem داریم که حالا تایپش دارم میکنم و یه پویت داریم. پویم بچه به معنای شعره و پویت به معنای شاعره. پس پویم شعر، پویت میشه شاعر. دوتا واژه رو براتون تایپش کردم. پویم زب حافظ یعنی اشعار حافظ. حافظ هم چون اسم خواسته تغییر نمیکنه، حواستون باشه. و به همین خاطر هم هست که حرف اولش رو به صورت کپیتال نوشته، یعنی با حرف بزرگ نوشته، کپیتال H. تصویر میانی wear special clothes یعنی پوشیدن لباس مخصوص، پوشیدن لباس مخصوص. تصویر پایین سمت چپ go out on nature day. go out بچه به معنای بیرون رفتنه. go out بیرون رفتن. nature day روز طبیعت. چون برای روز خاصه و این اسم یه اسم خاصه، به همین خاطر هم هست که هم ابتدای نیچر رو با کپیتال N نوشته، هم ابتدای دی رو با کپیتال دی نوشته. پس علت اینکه نیچر دی به صورت کپیتال نوشته شده ابتداشون اینه که داره در مورد یک روز خاص صحبت میکنه، اسم خاصه. بیرون رفتن در روز طبیعت، مثلا منظور فکر کنم همون 13 به در خودمون باشه. clear the table بچه ها میشه تمیز کردن میز، یا میشه گفت که به زبان خودمونی جمع کردن سفره. تمیز کردن میز یا جمع کردن سفره.
یه سوالی بود یه لحظه امیر محمد محبی environment امیر محمد میشه محیط یا محیط زیست خب طبیعت نمیشه طبیعت میشه خود نیچر آره environment میشه محیط یا محیط خب بچه صفحه 52 و 53 این 10 تا تصویری که دیدید 10 تا عبارتی بود 10 تا عبارت جدید این درس بود که حالا این درس پیرامون یه همچین چیزایی هستش بریم سراغ conversation رو با هم دیگه بخونیم بعد میایم سراغ بقیه مطالب کتاب اوکی page 50 conversation listen to the conversation between two friends گوش بدید به مکالمه‌ای که بین دو تا دوست داره اتفاق میافته بین الهام و نسرین هستش الهام and نسرین خب دقت کنید الهام شروع میکنه مکالمه رو I just love New Year holidays I just love New Year holidays میگه من تعطیلات سال جدید رو من عاشق تعطیلات سال جدیدم من عاشق تعطیلات سال نو هم یا سال جدیدم بچه نیو ایر اگه دقت کنید با کپیتال N نوشته شده یه نکته که تو این حالا چند دقیقه من دو سه بار تکرارش کردم و بازم میگمش اینه که شما اسامی خاص رو همیشه با حرف کپیتال شروع میکنید خب پس نیو ایری که اینجا میبینید با کپیتال نوشته شده معلومه که یک اسم خاصه حالا اسم خاص هم که میگم حتما اسم انسان نیستم میتونه اسم یک روز باشه مثل الان این نیو ایر که اینجا میبینید میتونه اسم یک کوه باشه میتونه اسم یک رودخونه باشه اسم یک دریا باشه خب و هر حال اسم خاصه نیو ایر هالیدیز این تعطیلات سال جدید یا تعطیلات نوروزه این نیو ایر هم معادل نوروز میگه من عاشق تعطیلات نوروزم خب نسرین در جوابش میگه او یس می تو ایتس ریلی گریت میگه که منم همچنین خیلی عالیه می تو بچه یعنی منم همچنین یعنی منم عاشق تعطیلات سال جدید هستم کنم برای یکی دو سه دقیقه چیز بود اسکایروم برای من قطع بود یا هنگ بود نمیدونم چون کامنت هاتون اصلا نمی اومد الان دارم یه تازه خب yes me too یعنی منم همچنین it's really great یعنی که واقعا عالیه خب الهام میگه که we normally visit our relatives in Nowruz. It's fun. تکرار میکنم. We normally visit our relatives in Nowruz. It's fun. میگه ما معمولاً بچه normally به معنای typically هست تقریبا. یعنی معمولاً عموماً طبیعتاً normally. ما معمولاً visit our relatives. ملاقات میکنیم والد قوم خیشمون رو رلتی بچه بنده یه قوم خیش بذاری چند تا واژه توی این زمینه بهتون بگم بچه واژه ری چرا این خیلی صورت پایینه ریلیشن یه واژه داریم به نام ریلیشن میشه رابطه خب واژه داریم به نام ریلیشنشیپ اونم معنی رابطه میده خب یه واژه دیگه داریم به نام relative بچه برنش قوم و خیش هستش یه واژه داریم به نام parents میشه والدین پدر مادر این چهار تا واژه رو داشته باشین relation میشه رابطه relationship میشه رابطه relative میشه قوم و خیش و parents میشه والدین یا پدر مادر بچه relation with میشه رابطه با relation with میشه رابطه با خب این واژه هست که
استاد میخواستم بپرسم معنی چیه؟ معنی کدوم؟ معنی ریلیشن؟ معنی ریلیشن میشه رابطه. این واژه هست که ما میگیم رل. شنیدید حالا تو جامعه تو عرف میگن رل رل رل. رل همون مخفف ریلیشن. مثلا فلانی با فلانی رله، یعنی فلانی با فلانی رابطه داره. ریلیشن میشه رابطه، رل میشه رابطه. خب we normally visit our relatives in Nowruz، یعنی ما معمولا ملاقات میکنیم قوم خویشمون رو در نوروز. ببین نوروز دوباره با کپیتال N نوشته شده، یعنی با N بزرگ نوشته شده، پس اسم خاص. It's fun بچه، it's fun یعنی جالبه، جالبه یا خوش میگذره. It's fun خوش میگذره یا جالبه. خب میریم سراغ قسمت بعدی. نسپرین میگه Do you get new year gifts too؟ آیا شما کادوی سال جدیدم میگیرید، دریافت میکنید؟ آیا شما کادوی سال جدید هم دریافت میکنید؟ Do you get new year gifts too؟ gift بچه معنی کادو، هدیه، هم معنی با present، هم معنی با در واقع reward، award، اینا هم معنی کادو میدن. خب تو به معنی همچنین. الهام در جواب میگه sure، حتما، 100%. قبلا گفتم، حالا بازم تکرار میکنم که تو ذهنتون بمونه بچه، یکی از شیوه های گفتن بله sure هستش. یعنی همیشه اینجوری نیست که توی زبان انگلیسی وقتی میخوان بگن بله بگن بله. ما خودمونم همینجوری هستیم. مثلا میگیم که مثلا فرض کن فلان نوشیدنی رو میخوای، میگی که چرا که نه. مثلا چرا که نه یعنی همون بله، یکی از شیوه های بله گفتنه. خب البته نه اونجوری که ما خودمون میگیم، خب دارید نظر میدید، یکی میگه ما میگیم ها، نه اون ها که میگیم لهجه خودمونه. ما مثلا میگیم چرا که نه، یا البته، یا حتما. مثلا امشب میایی بریم سالن فوتبال؟ حتما، این یعنی همون بله. خب تو زبان انگلیسی هم معادل بله راه های دیگه هست. مثلا یکی از راه هاش همین چیزی که اینجا میبینیم شور، یعنی البته، حتما. We usually get money. ما معمولاً، بچه usually معنی معمولاً میده، ما معمولاً پول میگیریم. get money یعنی پول میگیریم، پول دریافت میکنیم. به عنوان چی؟ as our gift، as our نوروز gift، به عنوان هدیه نوروزمون. پس به عنوان کادوی نوروز اینا اغلب پول میگیرن. I really like it، من واقعاً دوستش دارم. I really like it، من واقعاً دوستش دارم. خب نسرین ادامه میده well we always go to my grandparents houses. میگه well، بچه well قبلا هم گفتم به معنای خوبه، خب ولی نوعی اسپیس فیلره، پر کننده فضاست. هست خودمون میگیم یعنی داریم فکر میکنیم، بعد من و من میکنیم یا میکنیم، میگیم دیروز کجا بودی؟ ساعت 4. ساعت 4. خب اینو تو انگلیسی میان یه سری واژه ها براش میذارن، مثلا یکیش ول، ول اسپیس فیلر، پر کننده فضاست. آره علیرضا خیلی میگه برای وقت خریدن، اینم میشه گفت ول فکر داره میکنه. خب we always go to my grandparents houses، ما همیشه میریم به خونه های والدین بزرگمون. بچه یه سوال، نگاه کنید به این واژه، به این عبارت grandparents houses، فکر کنم کتاب اشتباه کرده و آپاستروف رو بعد از اس گذاشته. آره ببین اساتید چی میگن، کتاب اشتباه کرده. علیرضا قضا میگه من بگم، علیرضا کامنتش کن استاد آخر هر گام اوپرازم باشه آپاستروف متفاوت میشه. آها تکرار داره اس. خب معلومه که میدونید، خب یعنی در این که میدونید، ولی یه کامنتی بیاد که یکم کامل‌تر باشه خودم توضیحش بدم، به خاطر اینکه جمع هست توی نوشتاری آپاستروف رو بعد از اسم میذارن علیرضا فضایی. خب جمع که آپاستروف نمیگیره. خب کجا رو میگید؟ دو تا اس رو یکی کرده علیرضا قدری، چون نمیشه دو بار اس رو گفت. آخه کجا؟ مهدی پیراسته. دارم سطر مربوط به کدوم میگم نسرین،
یکی مونده به آخر، یعنی دیالوگ یکی مونده به آخر نسرین صفحه 50. استاد جلسه قبل گفتید بله آقا وقتی دوباره اس باشه اس جمع رو برمی‌دارن. بله خب خوبه، حالا این چند نفری بیدار هستن حواسشون هست میگن دارن میگن. بچه اینجا میبینید گراند پرنس هاوسیز، خود گراند پرنس رو جمعه، میدونید که گراند پرنس اس جمع داره چون که والدین بزرگ دو نفرن، پدر بزرگ و مادر بزرگه، یا پرنس والدین همیشه دو نفرن، پدر مادر هستش. خب خب حالا این جمع بودنش به کنار، اینجا مالک هم هست، یعنی گراند پرنس مالک خانه است. مثلا میخوای بگی خانه پدر بزرگ مادر بزرگم یا خانه والدین بزرگم، یعنی گراند پرنس هم اینجا جمعه هم مالکه. بچه ما برای مالکیت آپاستروف میذاشتیم ها، چون اینجا یه دونه اس جمع داره، بعد میخواد یه دونه اس مالکیت هم با آپاستروف بگیره و نمیشه دوتا اس رو گذاشته و خوندهش، میان اس دومو حذف میکنم ولی آپاستروفشو نگه میدارم. پس این آپاستروفی که میبینید بعد از اس قرار گرفته از لحاظ نوشتاری از لحاظ گرامری کاملا درسته. گراند پرنس هاوسز یعنی خانه های پدر بزرگ مادر بزرگ، که البته بچه ها هم دقیقا منظورشون همین بود. بله علیرضا خدری، امیر عبدالله خلیفه، علی محمد محبی و علی خزایی، علیرضا خزایی داشتن همین رو میگفتن. خب بریم ادامه کار. الهام میگه که that's nice. بچه that's nice یعنی خوبه، خوبه. That's nice. Does your grandmother cook the new year meal? Does your grandmother cook the new year meal? میگه آیا مامان بزرگ تو یا مادر بزرگ تو وعده غذایی در واقع سال نو رو میپزه، درست میکنه؟ یعنی آیا مامان بزرگ اون در واقع مهمونیه برای اون دور همیه آشپزی میکنه. Does your grandmother cook the New Year's meal? New Year meal. بچه ها میل به معنای وعده غذاییه، یا همون در واقع وعده ای که شما میرید خونه پدر بزرگ مادر بزرگ و اونجا مهمان هستید. نسرین جواب میده Actually she doesn't. در واقع نه. بچه ها she doesn't یه نوع پاسخ کوتاه، به همین خاطر بعدش نه فعل نه هیچ چیز دیگه ای نیست. She doesn't میگه در واقع نه. My mother makes it. مامانم درست میکنه، مامانم آشپزی میکنه به زبان ساده. خب این کانورسیشن رو داشته باشید. یک دقیقه شما یه مطالعه داشته باشید، مرور داشته باشید روش. من دو به دو بیارم کانورسیشن رو، دو نفر با هم دیگه اجرا کنید. یک دقیقه مرور داشته باشید، من دو به دو میارم که با هم اجرا بشه. چجوری اجراش بکنیدم؟ علیرضا تشنه دل میپرسه باید معنی کنیم. یک بار کامل میخونید، یعنی یک بار کامل اجرا میکنید به صورت انگلیسی تا من تلفظاتون رو بررسی کنم، بعدش ترجمه هم میکنید. داره خب بریم با دو نفر شروع کنیم. طه قاسمی با مهدی پیراسته اول دستشون رو بلند کردن، این دو نفر رو بیارم. علیرضا قدری هم دستش بلند کرده، من برای سری بعدی یعنی میارمش. فقط بچه ها سریع اجرا کنید، من دو بار ازتون میخوام. یه بار به انگلیسی با هم دیگه کانورسیشن میرید و بار دوم جملات رو ترجمه هم میکنید. خب مهدی پیراسته آنلاینی، میکروفونه تاها هم آن. Hello مهدی and تاها، please start. من صداتون رو خوب ندارم، میشه کم بلند صحبت کنید؟ آها فرق نمی کنه، خودتون انتخاب کنید. مثلا مهدی میتونه الهام باشه، تاها میتونه نسرین باشه، چقدر هم روتون میاد. خب شروع کنید. Oh yes, me too. It's really great. We normally visit.
اوکی بچه یکی دو تا واژه رو من اصلاح کنم. بچه میل تاها میل حواس باشه اینو مال تلفظ نکنی. این میل بعد that's nice و this nice گفتی. that's nice حواس باشه. و حالا یه اشتباه کوچولو دیگه هم بود که مهم نیست، خوبه، عیبی نداره. حالا لطفا دوباره بگید، این دفعه با ترجمه. آفرین. یه لحظه تا وایسا. لاو اینجا میشه عاشق بودن، حواس باشه با لایک قاطی نشه. خب لاو میشه عاشق. من عاشق تعطیلات سال جدیدم. هالیدیز میشه تعطیلات. خب جشن و اینا نیستا. میخوای چیزی بگی؟ بله آقا. آفرین آفرین، سوال خیلی خوبیه. بچه ها میگه جاست به معنای فقط یا حتی هستش، ولی اینجا داره چی کار میکنه؟ بچه اینجا به معنای واقعا استفاده میشه. گاهی وقتا قید جاست برای تأکید استفاده میشه. I just love، یعنی من واقعا تأکید داره میکنه، من واقعا دوست دارم. خب من واقعا دوست دارم تأکیدات سال جدیدو. سالت سال خیلی خوبی بود، منم نپرداختم به خاطر اینکه حالا نکتش خیلی تو این ساعت لازم نبود بگی، ولی خیلی خوب بود. آفرین، ادامه بده. بعدی کی بود؟ معدی. واقعا عالیه، واقعا تاها میشه تاها میشه کم بلندتر بخونی، بلندتر ترجمه کنی، من صدات نمیشنم. صدات آره خوبه، اگر ادامه بدی. نسرینو بگو. میگم ببخشید صداتون خیلی چیزه، هم آهسته است هم با نویز میاد. مشکل چیه به نظرتون؟ مشکل از سیستمه؟ مشکل از نته؟ صداتون قطع وصلی هم زیاد داره. تاها مخصوصاً از سمت تو قطع وصلی هم زیاد داره. الان صدات خوبه. الان تاها شمایی یا معدی هستی؟ خب تاها الان صدات خوبه. اگه با همین حالت بری جلو صدات خیلی خوبه. آها مهدی پیراستن کلا قطع شد. وایسا. آره وایسا الان وصلش کنم. مهدی الان وصلی؟ الان خیلی عالیه، الان خوبه. از سطر دومتون برید. با هنسفری صحبت کن، چرا بخوای گوشی تو دهنت کنی؟ معدی این مانی هستش، مانی حواس باش تلفظ درست. نه آقا، نه آقا این مانیه، از دوران باستان مانی بوده تا الان کی مانیه. ادامه بده. آره از دایناسورها بوده. خب ادامه بده. آها آفرین. بعدی That's nice. ببین دوباره همون اشتباه رو انجام دادی. آفرین. بگو دوباره. آها آها نیو ایر، نیو ایر میل.
بعدی؟ در واقع اون نیم. خیلی عالی. بله، کاملا درسته. مرسی. ممنون از دوتاتون. مرسی، چون وقت نداریم سریع قطع کنیم. بله آقا. بله، نرمالی چند تا معادل خوب داره. یکیش یوزلی هست، یکیش تیپیکالی هست. خب این دوتا معادل های خوب نرمالی هستن. بله، میتونه استفاده کنه، هیچ عیبی نداره. You're welcome. خب بچه نها کنید، استفاده از مثلا واژگان متعدد هم معنی فقط برای افزایش دایره لغات شماست. یعنی اگه نرمالی اینجا استفاده میکنه، فکر نکنید که نمیشه چیز دیگه استفاده کرد. نه، داره استفاده میکنه که به شما بگه مثلا میشه به جای یوزلی از فلان موضوع هم استفاده کرد. امیر محمد محبی پرسیده استاد نمیخواد بگیم خانه های پدر بزرگ مادر بزرگ؟ اگه بگی که خیلی عالیه، هیچ عیبی نداره، کاملا درسته، ولی شکل های دیگه هم میشه ترجمهش کرد. والدین بزرگ منظور همون پدر بزرگ و مادر بزرگ است. بله، یکی از نشانه های زمان حال ساده هم هست. بله کاملا. بچه ها، منظور امیر محمد اینه که استفاده از یوزلی و نرمالی نشانه های حال ساده است، که البته تو زمان های دیگه هم استفاده میشه ها. مثلا تو گذشته ما از یوزلی میتونیم استفاده کنیم. خب این تا اینجای کار بچه ها، چون چیز نیست، همون یه گروهی که رفتن کافیه. بریم صفحه 51، شما رو میارم برای اون صفحه. علیرضا خدری، علی محمد محبی، شما رو برای این صفحه میارم. بذارید Practice 1 Talking about festivals and ceremonies number 1 Listen to the examples then ask an answer with a friend. بچه یه تمرین بالای صفحه 51 میبینید که دو نفر با هم دیگه دارن مکالمه میکنن. چهار تا جمله است. بذارید دو جمله اول. علیرضا خدری، دو جمله اول رو میخونی با ترجمه، هم تلفظ رو میخوام چک کنم هم ترجمه تو. دو جمله بعدی هم علی محمد محبی بخونه تا این پرکتیس وان رو تمام کنیم. بریم سراغ بچه‌هایی که کمتر اومدن، بچه‌هایی که کمتر صحبت میکنن امروز بیاریم بالا ببینن چه جوری هستن. خب بریم سراغ علیرضا خدری. هلو علیرضا. Hello Ali Reza. Hello. How are you? How are you? I'm great, thank you. Ali Reza, can you start practice 1 on page 51? I want you to read and translate the first and second sentence. Okay, so please start. Thank you. همینجا وایسا. علیرضا همینجا وایسا. بچه ها واژه close C-L-O-T-H-E-S. بله بچه ها، این واژه تو تلفظ وقتی که میخواد جمع بشه دیگه نیاز نیست بگیم closes. خب همون close تلفظ صحیح هستش. close میشه تلفظ صحیح. پس اینجوری میشه Do you buy new clothes for the new year؟ ادامه بده لطفا علیرضا. بله. Thank you. علیرضا ترجمه هم لطفا بکن. از همون جمله اول هم ترجمه کنی خوبه. بله بعدی. خیلی عالی. دقیقا کنم یه نکته توی ترجمه علیرضا. ببین داره میگه do you یعنی از زمان حال داره میپرسه آیا تو و پسرم ما سفره هفت چین رو میچینید؟ نه چیدید. اگه بگه چیدید میره گذشته،
یعنی باید دید استفاده میکرد، ولی اینجا چون دو استفاده کرده معلومه که زمان حاله، پس باید بگی آیا میچینید سفره هفت سینو؟ و در پاسخ نو وی دونت، نه ما نمیچینیم. سوال امیر محمد گفته بود که استاد فه طرز میشه یعنی چی؟ نمیدونم سوال، اگر یه بار دیگه بپرسی شاید بتونم جواب بدم. خب خیلی خوب علیرضا، مرسی از تو، ممنون. بعد آیا سوالی بزن؟ You're welcome. بذار من ببینم سوال دارم ازت بپرسم. نه چیز ساده ای بود، چیز سختی هم. اوکی تنک یو علیرضا. خب بریم سراغ بعدی. امیر محمد محبی هم بیارم. امیر محمد میکروفون کسی رو اشتباهی بس نکنه. امیر محمد محبی the next three and hello امیر محمد. Fine, great. Continue, please. Do young children color their eggs? Yes, they usually color them. Mm-hmm. Do Chinese people buy gold fish for the New Year? No, they don't buy gold fish. Any of your background, the one brand you can talk about, bad humor, my plan, blank me can tomorrow. All your mind. خیلی عالی. بذار همین جا که هستی من نکاتشو بگم علی محمد، بعد حالا سوال داری بپرس من جواب میدم. ببین بچه‌ها واژه یانگ به چه معناست امیر محمد؟ میشه چی؟ جوان نمیشه. آفرین. بچه‌ها اون ترجمه‌ای که خیلی تو ذهن شما ثبت شده ترجمه جوانه. یعنی یانگ رو همیشه میشنوید که میگن جوان. ولی واقعیت اینه که غیر از معنی جوان یه معنی دیگه هم داره، کم سن و سال. یعنی همیشه این یانگی که میبینید، آره همیشه این یانگی که میبینید به معنی جوان نیست. مثلا اینجا یانگ چیلدرن به معنی بچه های جوان نیست، که بچه که بچه است، بچه که جوان نیست، بچه های کم سن و سال. میدونی؟ بله. آره ای بچه، اگر انیمیشن و فیلم و اینا زیاد نگاه کنید، خب اینجور سوالا براتون پیش میاد و میرید دنبالش و جوابشو میگید. مثلا فکر کنم تو هتل ترانزیلوانیا بود شماره 3، پسر کوچیکه هست که 5 سالشه، یه اتفاقی میفته، بعد توی دیگه دیالوگا میگه که I'm young 5 سالشه، یعنی من جوانم. خب این 5 سالشه، یعنی من کم سن و سالم. خب پس این یانگ به این معنی هم هست. موضوع بعدی که میخوام بگم، آها امیر محمد کالر به چه معناست؟ آفرین. خب کالر بچه‌ها به معنای رنگه، ولی میتونه به حالت فعلی هم استفاده بشه. امیر محمد خودت هم به حالت فعلی استفادهش کردی، درسته؟ آره. میشه چی ترجمهش وقتی فعله؟ رنگ کردن. آفرین، میشه رنگ کردن. بچه‌ها پس کالر هم معنی رنگ میده، هم به حالت فعلی استفاده میشه، میشه رنگ کردن. اینجا گفته color the eggs یعنی رنگ کردن تخم مرغ‌ها. خب این هم یه نکته دیگه بود که خوب بود بدونید. یه سوال یه کوچولو دشوارتر، چون امیر محمد هستی و خیلی کنجکاوی، بذار ازت بپرسم. امیر محمد تو جمله پاسخش yes they usually color them، خب این جمله رو در نظر بگیر، ما دو تا ضمیر داریم، یه they داریم که ضمیر فاعلیه، یه them داریم که ضمیر مفعولیه. تا اینجا متوجه شدی؟ خب میخوای چی بگی؟ سوال من نگفتم که. خب اوکی، نه من سوالم این الان میدونی سوالم چیه؟ نه. آها نه کن امیر محمد، سوال من اینه، they اول به چی برمیگرده، them دوم به چی برمیگرده؟ خب این قبول که به سوم شخص جمع، ولی میخوام بگم که به چی برمیگرده. میتونی اینو بهم بگی؟ آها بچه‌ها دارن یه چیزایی میگن، کامنت ها رو نخون، خودت بگو. انسان. خب آره اینم قبول. نه ببین امیر محمد، باید تو اینو بر اساس جمله قبلش تشخیص بدی. آفرین. خب دقیقا این اولیش. بعدی دقیقا. بچه ها چرا این سوالو پرسیدم؟ یکی از سبک های سوالات کنکور دقیقا همینه.
یکی از سبک‌های سوالات کنکور که حتما می‌دونید که توی کنکور ما 25 تا سوال زبان داریم توی 4 تا درس عمومی، یه سبکش اینه که میان یه متنی میدن میگن کلوز تکست، بعد یه جای اون متن حالا ضمیری که زیاد استفاده شده یکی از ضمیرها رو زیرش خط میکشن، خب بعد توی یکی از سوالات میگه که این ضمیره به چی برمیگرده، از واژه ریفر تو هم استفاده میشه، ریفر تو یعنی رجوع کردن، برگشتن، به چی برمیگرده. خب پس بچه ها بدونید مثلا وقتی که دارید یه متن میخونید بدونید که این ضمیرهایی که روبروتون هست و دارید ازش میگذرید به کدوم اسم برمیگرده. به همین خاطر من این سوال رو پرسیدم. خب مرسی از شما، از دقت بچه‌هایی که بودن، علی محمد خودش. یه لحظه من ببینم سوال دیگه‌ای پیدا می‌کنم. Do Chinese people buy goldfish for the... آها، علی محمد یه سوال. Goldfish میشه چی؟ آفرین. بچه‌ها goldfish رو اگه بخوای ترجمه کنی میشه ماهی طلایی. درسته؟ ولی دقیقاً اون چیزی که ما بهش میگیم ماهی قرمز. خب آره، اینم از این. You don't buy golf. خیلی عالی، تمام، چیزو خاصی نداره. مرسی از شما، ممنونم ارمان. You're welcome. Goodbye. Have a nice day. خب امیر خلیفه، امیر عبدالله هم میخواد بیاد بالا. بریم سراغ practice number 2. Talking about festivals and ceremonies number 2. Listen to the examples, then ask and answer with a friend. بچه ها این تمرین رو بخونیم، امیر عبدالله رو میارم بالا. امیر عبدالله دوتای اول رو میخونی، ترجمه میکنی، بعد بریم سراغ یه نفر دیگه. Hello, Amir. Hello. Hello. Thank you. How are you? Are you fine? Yes, I'm fine. Okay, Amir, please start. Does the recite? Does he recite? Does he recite the Holy Quran at the turn of the year? Mm-hmm. Does your father give you New Year's cake? No, he doesn't. میشه آیا پدر تو به تو هدیه سال نو میده؟ نه، اون نمیده. خیلی عالی، همجا وایسا. خیلی خوب بود، بذار یه چند تا خیلی نکته خوب داخل این دوتا جمله بود. Does he recite? Recite, what does recite mean? امیر, recite. خوندن؟ آها. بچه ریسایت به معنای قرائت کردنه. سوال دارید؟ لازم من ببینم سوال های کامنت ها رو بررسی کنم. آخه چرا نمیگن رد فیش لوک نو دوزن دو میگن رد فیش؟ آها، مهدی پیرسته میگه چرا نمیگن رد فیش. ببین نه، موضوع این نیست که بگن. خب این معادلش این میشه، یعنی معادل گولد فیش توی زبان فارسی این میشه. اصلا چیزی نیست که مثلا اونا بخوان لقمه رو بپیچونن، اینجوری نیست. آره یه جورایی میشه گفت حالا اصطلاحشونه یا همین چیز. خیلی رضا ثنایی، نه رضا این چیزی که گفتی نمیشه. خب بریم سراغ ادامه کار. داشتیم اینو میگفتیم بچه ریسایت میشه قرائت کردن، خوندن، ریسایت. The Holy Quran، بچه Holy Quran، تلفظ قرآن میشه قرآن چون با کیو میاد، قرآن. The Holy Quran، حالی قرآن میشه قرآن مقدس. بچه حالی معنای مقدسه، حالی قرآن. At the turn of the year، بچه این خیلی نکته خوبیه. بچه turn of the year چی میشه؟ turn of the year، turn of the year. یا خود امیر، امیر اگه خودت هم میدونی میتونی بهم بگی. صدا ما داری؟ خب بذار من راهنمایی کنم، شاید خودتون تونستید بگید. بچه ترن به معنای چرخیدنه، پیچیدن هست. خب چرخیدن، چرخیدن به سال، چرخیدن به سال، در طول سال میشه تقریبا. نه بازم بهترش کن امیر، حیف کن. ترن آف دی ایر وقتی چجوری ناکن، یه لحظه هست که سال چیز میشه. آفرین، اینو میخوام. بچه ترن آف دی ایر یعنی تحویل سال، چون ساله داره میره سال جدید. ترن به معنای چرخیدن، پیچیدن، تبدیل شدن. اصلا ما ترنینگ تو داریم به معنای تبدیل شدن. خب پس ترن اینجا یه جورایی میشه تبدیل، تحویل.
پس turn of the year میشه لحظه تحویل سال. اگه بخوام اینو درست ترجمه کنم کامل میشه Does he recite the Holy Quran at the turn of the year? آیا اون قرائت میکنه قرآن رو در لحظه تحویل سال؟ پاسخ Yes he does. بله اون قرائت میکنه. یه سوال دیگه گرامری میخوام ازت بپرسم امیر. امیر بهم بگو که این پاسخی که میبینی پاسخ کوتاه یا بلنده؟ آفرین. از کجا متوجه میشی که کوتاهه؟ چون که اینو خب این یس اور نوش این کاری بهش نداریم. اما نشانه پاسخ کوتاه چی بود؟ چون که چی و چی داشت؟ تو پاسخ کوتاه فقط دو تا جز می اومد. اون دو تا جز چیا چیا بودن؟ خب آره این یه تیکشه یه تیکه دیگه چیه؟ ای بی نداره من خودم میگم ای بی نداره بچه نها کنید تو پاسخ کوتاه فقط ضمیر می اومد با فعل کمکی یعنی ضمیرهایی که ما شناختیم I, he, she, it, we, you, they این هفتا به اضافه فعل کمکی do یا does که اگه منفی هم باشن میشه don't و doesn't خب پس این نشانه پاسخ کوتاه این پاسخ کوتاهه چرا؟ چون که فقط ضمیر داره با فعل کمکی این هم دلیلش خب میرن سراغ جمله دوم Does your father give you new year gifts؟ این هم که کاملا طبیعی یه چیز خاصی نداره خب بذار همجور یه سوال گرامری پرسم یکم بپیچونمت امیر امیر ما داخل زمان حال ساده گفتیم برای فاعل سوم شخص فعل اصلیمون چه نشانه ای میگیره؟ میتونی بهم بگی؟ دقیقا سوال بعدی الان اینجا تو این سوال چرا give مگه به معنای دادن فعل جمله نیست درسته فعل جمله است قبول داری؟ خب چرا give اس نگرفته؟ مگه your father سوم شخص مفرد نیست؟ آره بهش فکر کن و لطفاً به کامنت هم نگاه نکن. من فقط در جواب میشه اینو گفت. آفرین. مرسی. ممنونم امیر. بله دقیقاً. بچه‌ها گفتم که این اتفاق تو حالت مثبت میفته. تو حالت سوالی که دو یا داز میاد، حالا چون سوم شخص داز میاد، یا تو حالت منفی که دازنت میاد، دیگه این اتفاق نمیفته. یعنی اس سوم شخص حذف میشه. این گیوی که اینجا میبینید تو حالت مثبت اس داشته، اما اینجا تو حالت سوالی اس به خاطر داز حذف شده برداشته شده اینم از این و پاسخش هم که مشخص نو هی دازنت نه اون نمیگیره نمیده ببخشید تمام اوکی مرسی ثانک یو امیر خلیفه عزیز بای خب دو تا دیگه مونده یعنی دو تا جمله دیگه مونده ببینم کی اعلام آمادگی میکنه به جز اونایی که اومدن علیرضا خدی امیرمان محبی نه امیر عبدالله خلیفه نه مهدی پیراسته نه اگر یه کسی خودش رو قربانی نکنه من یه نفر رو صدا میزنم سبحان اسفندیاری خودش رو قربانی کرد خب علیرضا خدایی هم نیومده علیرضا بذار من تامین بعدی رو میدم به شما حجت کریمی هم میخواد بیاد اول بذاریم سبحان بیاد دو نفر حالا خدایی و کریمی یادم هست هلو سبحان How are you? I'm great, thank you سبحان اگه میشه لطفا یکم بلندتر صحبت کن که من صداتو بشنوم لطفاً دو تا جمله آخر آره صدات الان صدات خوبه امیدوارم با همین ولومه بمونه صفحه 51 دو تا جمله آخر رو برام بخون و ترجمه کن Special خیلی عالی. بریم سراغ نکاتی که توی تلفظت و توی ترجمه‌ات وجود داشت بررسی کنیم حالا اشتباهاتی که هست رو اصلاح کنیم. Does she have many
many. سبحان این تلفظش میشه many. M-A-N-Y. یه واژه هم داشتیم که تو صفحه قبلی داشتیم با مهدی پیراسته در موردش صحبت میکردیم، اون money بود. M-O-N-E-Y. آفرین. money تلفظش میشه money که پول. many که اینو میبینید تلفظش میشه many که میشه بسیاری، تعداد زیادی. پس این دو تا تلفظ رو با هم دیگه قاطی نکنیم. این یکی. بعد دیگه خب این تلفظ اول، تلفظ دوم. آها اسپشیال. بچه‌ها تلفظ واژه اسپشیال اینو اسپکیال یا اسپشیال یا امثال اینا نخونید، چون من مخصوصا اسپشیال رو زیاد از بچه‌ها میشنوم. تلفظش میشه اسپشیال. اسپشیال همین اسپشیال. Does your mom make a special food for Nowruz؟ اینم تا اینجا. بریم سراغ نکته گرامری. سبحان به این جمله دقت کن. Does she have many friends؟ این جمله چه زمانیه؟ میتونی بهم بگی؟ حال. حال آفرین. حال کدوم؟ چون ما چهار تا حال داریم دیگه. حال ساده، حال استمراری، حال کامل، حال کامل استمراری، این چهار تا هستن. کدومشه؟ البته شما اون ستا رو یاد نگرفتید، فقط یکیش میمونه. آفرین. حال ساده. این حال ساده است. تو حال ساده گفتیم که فاعل سوم شخص یعنی هی، شی، ایت باید فعل اصلی اس بگیره براشون. الان چرا اینجا هاو اس نگرفته؟ کامنت ها رو نخونی ها، خودت بگو. آها چون که تو حالت سوالی هستیم، چون تو حالت سوالی هستیم، ما تو حالت مثبت بود که فقط فعل اصلیمون اس میگرفت. حالا یه سوال دیگه، ولی کامنت ها رو نخون. اگر هاو بخواست اس بگیره سبحان چه شکلی میشد؟ میشد هاوز؟ خب چی میشه؟ کامنت ها رو نخون لطفا. بچه ها تو کامنت ها فعالن. من اشتباهی گناه میکنیم ها؟ ایبی نداره. هز آفرین. بچه ها هاو یکی از فعل های استثناء است که وقتی میره تو سوم شخص مفرد خودش یک فعل، یعنی یک کلمه برای خودش داره، یعنی یک کلمه مجزا داره. هاو اس نمیگیره، میشه هز. هز خب پس اگر این جمله میخواست بره داخل حالت مثبت این هاو به شکل هز در میومد. Does she have many friends؟ آیا اون خانمه دوستان زیادی داره؟ Does she have many friends؟ آیا دوستان زیادی داره؟ جواب Yes she has many friends. بله اون، ببین اینجا هز استفاده کرده چون جمله مثبته. حالا این سوال دیگه سبحان بهم بگو این پاسخه پاسخ کوتاه است یا پاسخ کامله؟ ما به پاسخ کامل پاسخ بلند هم میگیم. آیا پاسخ کوتاه یا پاسخ بلنده؟ کدومشه؟ علی محمد محبی پرسیده که ایلت پاسخ بلند. آها آفرین. چرا پاسخ بلنده؟ میتونی بهم بگی چرا؟ دقیقاً چون که در واقع ما فقط از ضمیر و فعل کمکی استفاده نکردیم. گفتیم تو پاسخ کوتاهی که ضمیر و فعل کمکی میاد، تو پاسخ بلند دیگه کامل شما جمله رو بیان میکنی، یعنی شما اینجا میبینید که هز استفاده کرده و بقیه اجزای جمله. علی محمد محبی پرسیده بود که آیا هز شکل سوم هاو؟ بله دقیقاً. یادت باشه که شکل سوم شخص مفرد هاو میشه هز. خب اینم تا اینجا. شی هز منی فرندز یعنی اون دوستان زیادی داره. Does your mom make a special food for Nowruz؟ یه سوال هم اینجا گرامری بپرسم ازت. سبحان بهم بگو که چرا این جمله با does شروع شده؟ یعنی چرا این سوال با does شروع شده؟ خب خانم هنوز کامل نیست. کامل نیست. بهترش کن سبحان. حجت کریمی میری نزدیک پریز، شارژر رو میزنی پریز، وصلش میکنی به گوشی. اینجوری میتونی از کلاس استفاده کنی. خب سبحان بذار من توضیح بدم که البته بچه ها دارن خیلی هاشون کامنت میکنن و متوجه شدن. به این خاطر که آره به این خاطر که your mom سوم شخص مفرده. مادر شما، مامان شما، مامان شما خانم سوم شخص مفرده.
My mom, مامان من، سوم شخص مفرده. My father, پدر من. My brother, برادر من. اینا سوم شخص مفرده. چون سوم شخص مفرده میره تو حالت سوالی داز میگیره. پس does your mom make a special food for Nowruz؟ پاسخ No, she doesn't. به نظر تو صبحان این پاسخه چیه؟ کوتاه یا بلنده؟ بله دقیقاً اینم بلنده. چرا؟ چون اومده کل جمله رو بیان کرده دیگه، فقط ضمیر و فعل کمکی نمیبینم، همش آورده. She doesn't make a special food. خب اینم از این. Thank you so. بله پاسخ کامل. مرسی از شما، ممنونم. Have a nice day صبحان. قربون شما. خب این هم از این. بریم صفحه 52. فرصت داریم، 15 دقیقه دیگه فرصت داریم. 52 و 53 رو گفتیم، بریم سراغ گرامر. خب بچه های گرامر این درس رو، چون اگه بخوام استارتش بزنم، گرامر خیلی ساده است. یعنی گرامر این درس دقیقا همون حال ساده است که من بارها گفتمش، ولی اینو میذارم جلسه بعد میگم. در عوض میام صفحه 54 لنگویج ملودی رو میگم که خیلی ساده و خوبه. بله امیر محمد محبی میگه حال ساده. آره حال ساده. این جلسه بعدی میگه. بچه بریم سراغ لنگویج ملودی. لنگویج ملودی. Listen to the conversation and pay attention to the rising intonation of yes or no question, do or not. خب بذار من این توضیح بدم به فارسی. ما از درس اول با چیزی داخل زبان انگلیسی آشنا شدیم که الان دارم تایپش میکنم به نام intonation. و فکر کنم فرستادمش. بله intonation. What does intonation mean? What does intonation mean? آها intonation. آفرین صبحان اسفندیاری، دقیقا مرسی بچه ها. intonation به معنای آهنگ کلامه، آهنگ کلام. گفتم که اینتونیشن های ما توی زبان انگلیسی، که البته تو تمام زبان ها ما آهنگ کلام داریم، تو زبان انگلیسی دو نوع هست، یا رایزینگ اینتونیشن هستش یا فالینگ اینتونیشن هستش. خب امیدوارم که درست تایپ کرده باشم. رایزینگ اینتونیشن، فالینگ اینتونیشن. رایزینگ اینتونیشن میشه آهنگ کلام خیزان، فالینگ اینتونیشن آهنگ کلام افتان. گفتم که چجوری تشخیصش میدم؟ خیلی ساده بخوام تشخیصش بدم، وقتی داری یه جمله رو بیان میکنی، اگر انتهای بیان جمله صدا داره بالا میره، آهنگ کلامت خیزانه، ما بهش میگیم rising intonation. اگه انتهای بیان جمله صدا داره پایین میاد، آهنگ کلامت افتانه، ما بهش میگیم falling intonation. خب پس این دو سبک intonation هستش که ما با شروع هستیم. بعد گفتم چجوری تشخیصش بدیم. گفتم که تو زبان انگلیسی هر نوع جمله یه آهنگ کلامی داره، حتما لازم نیست که اون جمله رو از کسی بشنوید. شما میتونید با نوع جمله فقط ببینیدش، تشخیص بدید که این آهنگ کلامش چیه. سوالات بله و خیر بچه‌ها آهنگ کلامشون خیزانه. سوالات بله و خیر، یعنی وقتی که مثلا من به شما میگم که آیا امشب برای فوتبال سالن میای، این آیا بله و خیر دیگه. آیا امشب برای فوتبال سالن میای، شما میخواهید بگی بله میام یا نه نمیام. این آیا فلان، این آهنگ کلامش خیزانه. پس تمام سوالات بله و خیر آهنگ کلامشون خیزان. جملات مثبت آهنگ کلامشون افتانه، که چیزی که تو درس یک و دو بررسی کردیم. جملات خبری آهنگ کلامشون افتانه. یه چیز دیگه بگم، جملات بچه ها تعجبی آهنگ کلامشون خیزانه. جملات تعجبی آهنگ کلامشون خیزانه. مثلا تو از این موضوع تعجب کردی، مثلا امروز بارون اومد، امروز بارون اومد، تعجبی. خب امروز بارون اومد، ببینید صدام داره در انتهای جمله میره بالا. خب این تعجبی. جملات تأکیدی بچه ها، این سومی رو دارم میگم. پس یه جملات در واقع سوالات بله و خیر، دومی جملات تعجبی و سومی جملات تأکیدی. جملات تأکیدی آهنگ کلامشون خیزانه. بازن یادت نره به علی بگی یا تأکیدیه. ببین یادت نره به علی بگی یا داره صدا میره بالا آخرش. خب آره. خب بریم سراغ لنگویج ملودی پیج 54 صفحه 54 با هم بررسی کنیم. بچه یه مکالمه است بین سم و شایان. شایان do you like spring؟ Do you like spring؟ بچه این چه نوع سوالیه؟ Do you like spring؟
بله بچه سوال سوال بله و خیره yes or no question سوال بله و خیره do you like spring و ترجمه چی میشه آیا تو بهار رو دوست داری do you like spring آیا بهار رو دوست داری منظورش فصل بهاره شاید yes I like spring a lot I like spring a lot یعنی من بهار رو دوست دارم خیلی زیاد I like spring a lot بچه جمله اولی yes or no question بود خب جمله دومی I like spring a lot. این جمله چه جمله ایه؟ آها. منتظر کامنتاتون هستم. جمله نه نه. میخوام بدونم که سوالیه مثلا مثبت خبری تعجبی تأکیدی اگه سوالیه بله و خیر اطلاعاتی کدومه؟ بچه این جمله جمله مثبته یا جمله خبریه؟ یک جمله مثبت یا خبریه خب پس I like spring a lot یه جمله مثبت یا خبری به همین خاطر آن این کلامش چیه؟ آن این کلامش افتانه آن این کلامش افتانه اما جمله بالایی اولی چون سوال بله و خیر بود آن این کلامش خیزان بود بریم سراغ ادامه کار سم میگه که Do you like rainy weather? Do you like rainy weather? خب اول بهم بگید که این چه نوع جمله ایه؟ مثبت خبری تأکیدی تعجبی سوالی ها آفرین سوالی از نوع بله و خیر سوالی از نوع بله و خیر عالیه Do you like rainy weather خب حالا سوال بله و خیر آن کلامش چیه آن کلامش خیزانه آفرین خیزان بچه من این سوالا میپرسم چون این تکرار کمکتون میکنه ها ما یکی از این همین مکالمه رو یک بار بررسی کنیم و تکرار بشه تو ذهنتون و ثبت بشه دیگه همیشه هر وقت رو جملات این چنینی برمیخوری راحت تشخیص میدی و هیچ مشکلی تو این موضوع نداری خب Do you like rainy weather ترجمهش میشه آیا تو هوای بارانی رو دوست داری rainy weather هوای بارانی rainy weather آیا هوای بارانی رو دوست داری شایان میگه که oh yes but not on nature day میگه بله اما نه در روز طبیعت نیچر دی میگه تو روز طبیعت دوست ندارم چون تو روز طبیعت میخواد بره طبیعت دیگه ها میخواد بره طبیعت اگه بارون بباره که دیگه نمیتونه بره سم میگه why not چرا نه چرا نه چرا تو روز طبیعت دوست نداری شایان میگه because we always go out on 30th of فروردین Because we always go out on 30th of فروردین میگه به این خاطر که ما همیشه میریم بیرون در 13 فروردین همون 13 به در خودمون خب پس میگه که به این خاطر because میشه زیرا که به این خاطر که ما همیشه میریم بیرون در 13 فروردین چون ما 13 فروردین میریم بیرون اگه اون روز بارون بباره دوست نداره خب بچه ها دقت کنید ما زیر این کادره یک کادری میبینید این کادره که الان انگشت من روشه اومده چند تا سوال نوشته سوالات بله و خیره بعد انتهاشون اومده علامت رایزینگ اینتونیشن گذاشته یعنی آهنگ کلامشون خیزانه اینو دقت کنید من سریع میخونم فقط با ترجمه Do you like rainy weather? آیا شما هوای بارانی دوست داری؟ باز تو متن بالایی بودا Does it rain a lot in Tehran? آیا توی تهران بارون زیاد میباره؟ آیا توی تهران بارون زیاد میباره؟ Does she cook lunch? آیا اون خانمه نهار درست میکنه؟ نهار میپزه؟ آیا اون خانمه نهار میپزه؟ ببین همه ترجمه با آیا شروع میشه یعنی جمله من سوال بله و خیره Do you tell stories? آیا تو داستان میگی؟ داستان میخونی؟ Do you tell stories? آیا تو داستان میگی؟ Number 5 Does he like spring? آیا اون بهار رو دوست داره؟ Does he like spring? آیا اون بهار رو دوست داره؟ و آخری Number 6 Does she eat nuts? آیا اون آجیل بچه نات میشه آجیل نتس میشه آجیل آیا اون آجیل دوست داره آیا اون خانمه ببخشید آیا اون خانمه آجیل میخوره ایت آیا اون خانمه آجیل میخوره پس همه اینها با آیا شروع میشد تو ترجمه همشون از نوع yes or no question بودن به همین خاطر intonation یا آهنگ کلام همشون خیزانه اینم از آهنگ کلام language melody بریم سراغ حضور غیاب سری اسما رو بخونم برای روزا از آن استفاده میشه بله
اچھا کلن برای روزها از آن استفاده میشه حالا روز خاص باشه مثل نیچر دی باشه یا روز عام باشه مثلا سه شنبه چهار شنبه خب فرق نمی کنه کلن برای روزها تو زبان انگلیسی از آن استفاده میشه امیر حسین آپیکر خب مرسی آقا محمد طه احمدی نیا بعضی ها خیلی ساکتن ها سر کلاس چیزی نمیگن صبحان اسفندیاری علی پاکتل نیستش علی فکر کنم علی پاکتل داخل انتخاباتتون اول شده بود داره یه چیزی من تو گروه دیدم نکنه اختلاس کرده فرار کرده رفته کانادا حواستون باشه علی رضا تشنه دل خب ابوالفضل حسین پور واقعا رضا سنایی تبلیغات جواب زد ابوالفضل حسین پور علی رضا خزایی مرسی ابوالفضل مرسی از علی رضا امیر خلیفه بچه ها اونایی که اسمشون رو خوندم میتونن برن آره اونایی که اسمشون رو خوندم میتونن برن امیر خلیفه هم هستش مراج زمانی yeah you can go علی رضا عباس عباس‌زاده بچه ها دیگه آقا رو از همتون فاکتور گرفتم همتون آقایی ببخشید من دیگه آقا نمیگم عباس عباس‌زاده علی اکبر قلی‌زاده مرسی آقا علی اکبر امیرزا کرمی دانیال کلاهی نیستش هستش دانیال هم هست امیر محمد محبی و امیر محمد محبی نژاد هر دو نفر امیر محمد محبی که هستش محبی نژاد هم هستش Thank you امیر محمد یوتو امیر محمد منفرد امیر محمد منفرد هستش بنیامین میرکی نیستش ممرزا چوپانی حجت کریمی فکر کنم رفته گوشی رو بزنه شارژم امیرزا کرمی آره حاضری تو زدم میتونی بری حاضری تو زدم امیر محمد منفرد هم حاضری تو زدم بچه حاضریتون رو میبینم آره مرسی از شما امیرزا کرمی و امیر محمد منفرد میتونم برم حجت کریمی نیستش مهدی کاوه نیستش ابوالفضل احمدی زاده علیرضا جعفر ابراهیمی خب علیرضا هستش علیرضا اسکندری نیستش علیرضا علی بهرانی فرد احساس میکنم علی بهرانی دارمش تو لیست اما فکر کنم الان نیستش یاسین بناری خیلی عالی مرسی از شما آقا یاسین مهدی پیراسته حجت هستش اینترنت ضعیف نمیاد داخل کلاس اسکایپمون باش مهدی پیراسته اوکیه رضا صنایی هم که دیدمت رضا مرسی از زبان فینگلیشت رضا محمد مهدی حیدری حجت کریمی زدم برات حجت کریمی برات حاضری رو زدم میتونی بریم یه لحظه قاطی نکنیم رضا که زدیم حاضریشو محمدی حیدری محمدی کجاست؟ جلسه قبلی هم نبودش محمدی نیستش محمدی حیدری حسین غلکار محمدی کهنسال ابوالفضل پاکیان نداریم امیر محمد سرور برو حاضری تو زدم برو خب رضا کمالی زاده طه قاسمی محمد مهدی حیدری الان اومدی کجا بودی
خب تا ها کاسینی بذار بزنم حاضر شد روزه کمالی زده خب محمد حیدری رو هم زدیم یاسر قنبری ایبی ندار برای تازه یه زدم محمدی یاسر قنبری نیستش اول فضل رحیمی حاضر خب عبدالحسین راشدی علیرضا خدری یاسر قنبری هم اومد الان علیرضا خدری مرسی از تو علیرضا جان خسته نباش عبدالحسین راشدی نبودش مبین فاطمی هم هستش همایون مامشی همایون نیستش شاروخ خنبری زاده نیستش رضا بهادوری که فکر کنم دیدمش بله آقا امیرحسین میرشکاری هم دیدم مرسی از شما روز خوبی داشته باشید تا جلسه بعد شاروخ خنبری زاده برات حاضری رو زدم فعلا بچه بود